عزیز دیگه ای برامون نوشته که 28 سالمه، 21 سالگی ازدواج کردم و یه پسر بچه 4 ساله دارم. همسر خوب و وفاداری دارم ولی همسر من اصلا به هم محبت نمی کنه و من شدیدن تو زندگی احساس کمبود محبت می کنم. البته از لحاظ مالی هم تو فشاریم، ولی چیزی که بیشتر من اذیت میکنه عدم توجه همسرم. بارها و بارها بهش گفتم، حتی راهای محبت کردن رو بهش گفتم، ولی همش از من شاکی میشه که تو دیوونه ای. حتی به این خاطر افسرده شدم و دارو میخورم، به جز وقتی که بخواد با هم نزدیکی کنه. البته منو نمیبوسه تا وقتی که بخواد تا سکس کنه. به خاطر همین کلن از لحاظ جنسی خیلی سرد شدم و برام یه جور عذابه. همش فکر میکنم یه وسیلم. به همه زنهای اطرافم حسود شدم، چون شوهراشون تو جمع براشون ارزش و احترام قائلن، ولی شوهر من فقط از عیبهای من تو جمع میگه. مثلا یه شوخی به شوخی میگه چه عجب این بار غذات خوب شده، یا خونه مامانم اینا تا میبینه من خوشحالم و میخندم میگه سنگین باش بریم خونه کار دارم. چند بار رفتاراشو بهش گوشزد کردم که چقدر تو جمع دیدگاه بدی، گاهی رفتارت بده، گاهی حرفای منو قبول میکنه ولی همش تکرار میکنه. لطفاً کمکم کنید. متاسفانه اولا که تو سن خیلی کم ازدواج کردی عزیزم، دوماً همسر تو شاید از درون خانه‌ای که بزرگ شده نیاموخته هنر همسرداری رو، هنر نگهداری و مراقبت از یک زندگی زناشویی که اونم ابراز محبت کردن، ابراز عشق کردن در خانه و در جمع، احترام گذاشتن در خانه و در جمع. معمولا این افراد اگر از پدر و یا مادری میان که دائما طرف مقابلشو مسخره کرده و یا رفتارهای ناهنجار نشون داده، خیلی وقتا الگو برداری میکنن و بعد توی زندگی شخصی خودشون میارم. کاملا حس تو متوجه میشم، درک میکنم که چقدر هم خجالت میکشی در جمع و چقدر متاسفانه باعث حسادت و کمبود و عقده شده برات. و گفتی که بارها برای باهاش صحبت کردی ولی گوش نمیکنه. بعضی ها متعال بذار روی سخنم باشه به همسر گلت، روی سخنم به همسرته. امیدوارم که صدای منو تو عزیز بشنوی. توی شوهر عزیزم خودتو قربانی هستی، ولی نمیدونی که زندگی زن و شوید چقدر حساس داره میشه و پسر 4 سالت که تو به عنوان پدر باید الگوی رفتاری و فکری او باشی میتونه چقدر خطرناک پسری زن ذلیل و یا زن ستیز تولید کنی در آینده. و همچنین همسر 25 ساله خودت رو، 28 ساله خودت رو که تو این سن خیلی کمه تشنه و عقده‌ای داری بار میاری. تو نمیدونی که چه بهای سنگینی رو حال که داره دارو میخوره، که میدونی خودت همین موضوع چقدر خودتو باید رنج بده، در آینده افسردگی و مشکلات روحی روانی و جسمی همسرت ممکنه خیلی بیشتر بشه و تو با یه بیمار طرف باشی که دیگه حتی همون غذایی رو که تو مسخره میکنی متاسفانه نتونه جلوت بذاره. و یا خطر بعدی اینه که رابطه شما سردتر و سردتر بشه و همسرت تو طلاق عاطفی تو رو بده و این زندگی به پایان برسه. حالا میتونه به روش های خیلی دردناکتر به پایان برسه. توی همسر، توی شوهر سعی نکن از رفتارهای غلط اطرافیان و یا شاید پدر و یا کسانی که تو الگو کردی، سعی کن الگوهای اونا رو تو برداشت نکنی و الگوهای خوب و متمدن و مهربان رو الگو برداری کنی برای خودت. زندگی شما همش 7 سال شروع شده و توی این 7 سال متاسفانه خانم شما باید داروی افسردگی بخوره. این یه معضل جدی زندگیت عزیزم، جدی بگیر. وقتی خانمت غذا میپزه، حتی اگر خانمت غذاش خوشمزه نیست، باید بگی دست درد نکنه، باید بگی خانمم زحمت کشیده در جمع. وقتی میبینی خانمت خوشحال تو خانوادش، تو هم باهاش بخند، بهش بگو که چقدر خوشحالم که امشب بهت خوش گذشت. یا در جمع خانمت تو ازش تعریف بکن، اگر امکان داره
صورت خانم تو ببوس، دستشو بگیر. اینا مهارت‌های زندگیه و اصلاً زن ذلیلی نیست، بلکه مراقبت و مینتیننس یه رابطه است که هر دو زن و شوهر باید این رفتار رو در جمع و در خلوت خود این رفتار رو با هم داشته باشن تا خودشون سیراب بشن، بچه هاشون الگو برداری درست و اصولی و اخلاقی داشته باشن، تربیت درست، و بیرون هم لذت ببرن از رابطه سالم شما. چرا یه خانم 28 ساله یه گل تو باید عقده‌ای بشه و حسود بشه عزیزم؟ سعی نکن این حسادت رو تحریک کنی. خودتو اون وقت باید بها بدی. پسر تو که یه مادر جوان داره باید روبرو بشه با یه مادر افسرده، خشمگین، عصبانی، پشیمان از ازدواج. اینا خیلی مسئله جدیه. چرا شوخی گرفتی؟ چرا جدی نمیگیری زندگی تو؟ اگه زندگی تو دوست داری، اگه دوست داری که تو این زندگیت موفق باشی و خوشبخت، به این مشکل جدی همسر توجه بکن. راه بدی رو پیش گرفتی که بعد واقعا نه راه پس دارین و نه راه پیش. امیدوارم که صدای منو خیلی مهربانانه شنیده باشی. این چک تراپیوتیک و یا من بهش میگم چکای تراپیوتیک بسیار مهربانانه و دلسوزانه رو واقعا این سیلیا رو خورده باشین و زندگی متوجه زندگیتون باشین و جلوی این مسیر انحراف خطرناک زندگیتو خودتوی عزیزم بگیر که کار بسیار آسانه و اصلا سخت نیست. محبت کردن خیلی آسانه تا خشونت نشون دادن و یا بی اهمیت نشون دادن و یا مسخره کردن. هرگز هرگز همسرتو و پسرتو مسخره نکن واسه 4 نفر آدم درب و داغون که بخوان به اصطلاح به شوخی تو بخندن. این اصلا شوخی نیست. در کنارشم عزیزم سعی نکن تو خیلی به همسر خانم سعی نکن انقدر حساسیت نشون بدی. به فرض بعضی مواقعی که داره شوخی میکنه تو هم به شوخی بگیر، تو هم بخند که اونم که همسرت هم اون حس شوخ طبعی درست و اصولیشو از دست نده. شوخی باید به جا باشه. زمانی هم که شوخی به جاست باید همسر بخنده، از عزیزان دور اطراف هم باید بیشتر بخنده. بعضی وقتا هم که به فرض میگه غذات خوشمزه نیست، بگو که خب غذات اندفع خوشمزه بود، بگو خب خیلی وقتا هم خوشمزه است، ممکنه به تست تو اون روز خوشمزه نبوده. سعی کن درست اصولی تو هم برخورد بکنی که اونم شرمنده بشه، دفعه دیگه اینجور شوخی ها رو با تو نکنه، در صورتی که بد اخلاقی هم نکنه.